حالا میایم اینجا میخوایم مشتریمو به روز رسانی کنیم. خب وقتی که شبیه سازی میکنیم، اینجا یه مشتری اینجا دارم دیگه، این شکل بندازم، اینجا یه مشتری وارد میشه، بعد باید به روز بشه، بیاد اینجا دیگه، بعد بیاد اینجا، بعد حالا تصمیم بگیره هر کجا که میخواد بره. خب به این میگم به روز رسانی. من تو هر چرخش باید یه بار به روز رسانی کنم، تو هر چرخش به ازای هر مشتری، یعنی تمام مشتری که وجود داره تو ویزیومو نگاه میکنم تک تک، ببینم آیا به روز رسانی لازم داره یا نه. یعنی چه آیا به روز رسانی نیاز داره یا نه؟ یعنی اینکه مدت زمانی که تو اون مکان هست مشتری، تو اینجا که بودش یا تو اینجا هر جا که هستش، مدت زمان بودن تو اون مکان آیا از یک عدد تصادفی نرمال گذشته یا نگذشته. اگر گذشته بود، باید مکان مشتری من توسط مسیری که وجود داره تغییر بکنه. خب اول میام اینجا چیکار میکنم؟ میام دقیقا مثل اینجا که من گفتم، آیا زمانی که تولید کردم مشتری قبلی ما از یک عدد تصادفی بزرگتر بوده یا خیر، آپدیت تولید بکن یک مشتری رو. میام اینجا میام اگر مدت زمان بودن در آن مکانی که مشتری در حال حاضر هست، نگاه کنید کاستومر جی، به ازای هر جی صفر تا کاستومر کانتمن های یک، یعنی هر مشتری که تا الان تولید شده از صفر شروع کن، توی این آرای کاستومر اریوالز زمان رو نگهداری میکردم دیگه، زمان بودن، زمان ورود به اون مکان رو داشتم نگهداری میکردم، بذار تو اون تابعی که قبلا توضیح دادیم، و اگر این بزرگتر از این بودش، آنگاه بیا اینجا، بیا اینجا بگو چی. خب اول ببین که، حالا میخوام به رسانی کنم، اول بیا ببین، اول بیا ببین که مشتری توی مکان آخر بوده یا نبوده. اگر مشتری وارد اینجا شده، دیگه مسیری نداره بره، همینجا باید بمونه، همینجا باید بمونه. پس چیکار میکنم؟ میگم چی؟ Total Active Time Customer Location List، اینجا اومدن Update the Time Being in That Shape for Reporting. اینو واسه ریپورت گیری به روز رسانی کردم، مدت زمان بودن در اون مکانی که End هستش رو. آه ببخشید، من اینجا اول از مخالف استفاده کردم، هی حواسم نبود، فکر کردم دارم زمانی که توی مکان نهایی هست. خب اگر تو مکان نهایی بود که وارد ایف اصلا نمیشه، پس خارج میشه، میره توی ایف بعدی، اصلا کلا خارج میشه، میاد بیرون، پس کاری رو نمیکنه. پس اگر مشتری اینجا، ما میتونیم مشتریمون رو بکشیم، یعنی وقتی که خارج شد دیگه حضور نداشته باشه، ولی خب خوبه که باشه، چون من اینجا یه دونه دکمه کلیر سیمولیشن دیتا زدم، همه اینا رو دیگه خودکار پاک میکنه، دیگه نیازی نیست من تو هر تک تک پاک کنم، فقط ممکنه تعداد مشتریام خیلی زیاد بشه اگه مدت زمان طولانی سیمولیشن رو ران کنی که یکم باعث سنگین شدن ویزیو میشه در اون صورت. خب ولی وقتی که من 3 دقیقه 5 دقیقه تا مثلا ران بکنم سیمولیشنمو، مشکلی نداره. شما میتونید مثلا اگر این بود، این مثلا مخالف رو مثلا مساوی بکنیم، و اگر اندیمنت بود، بیا مشتری چیزمو دلیت کن، بگیر سلکت کن و بعد دلیتش کن، که از تابش میتونین استفاده کنین. برین پیدا کنین تابش رو توی اینترنت که بهتون یاد دادم چجوری سرچ کنین، و تابه‌ای که میتونه یه شکل رو دلیت کنن رو پیدا کنین. خب من اومدم اول، اگر استارت ایونت نبود، با از طریق این گفتم اگر این لوکیشن من اند ایونت نبود، بیا چیکار بکن؟ بیا این کار رو انجام بده. خب بیا ریپورت بکن، بگو مدت زمانی بودن در آن مکان، کلن اون مکان اکتیو بودش انقدر میشه. بعد بیا چیکار کن؟ آپدیت لوکیشن دیتا شیپ، بیا شیپ دیتا های این مکان رو هم به روز رسانی کن، مدت زمان بودن تو اونجا، کل هزینه وارد شده به اونجا و غیره. بعد که به روز رسانی کردی، همه چی اوکی شد، حالا دیگه میتونه مشتری خارج بشه از اونجا. مشتری میاد، بگو شکل کنونی moving to the next shape. خب حالا من اومدم از یک تابع رفتم به یک شیپ بعدی استفاده کردم، گفتن کاستومر لوکیشن لیست جی همون بده، نیمش هم بده، هم مکان چیز همون بده، هم نامش رو بده، لازم داشتم واسه مشتری جی همون. بعد خب current shape من میاد از اول وارد این تابه بشه، move میکنه به shape بعدی و current shape من ایجاد میشه.
خب تابع moving to next کدومه؟ اینه. خب تابع moving to next از یک if to در تو زیاد استفاده کرده که توضیح این خودش یک جلسه طولانی میشه. من به صورت خلاصه واسه تو میگم چیکار کردم. اومدم اول چیکار کردم؟ اومدم گفتم out shape IDs، ایدیایی که بیاین اینجا این بهترینشه که بتونم توضیح، چون دوتا روت داره. اول اومدم ایدی شیپ های خروجیمو گرفتم، خب که بفهمم چند تا شیپ خروجی داره. این خودش یه دونه آرایه‌ای هستش که آرایه‌اش هم عددش تعیین نشده و وقتی که حالا من از این تابع دارم استفاده میکنم با این ورودی ها که میتونین این تابع رو برین سرچ کنین توی گوگل، توی گوگل و به دقت بخونین چه ورودی رو میگیره و چه استفاده ای داره. من از طریق این فهمیدم چه شکل هایی از این شکل اولیه من خارج شدن، چون شکل اولیه همون به عنوان ورودی داده بودم دیگه. خب بعد اومدم کران این آرایم رو حساب کردم از طریق این فرمول که گفتم چی کران این بالایی بخش، این کران این موردی که هستش، این آرایی که هستش رو به من بده، به اضافه یک کردم چون از صفر شروع میکنه. اگر مثلا این صفر باشه در حقیقت یه دونه توش هست، به خاطر اینکه من به خاطر این باید بگم اندازش یک بوده. خب اومدم گفتم اگر تعداد یک شکل خارج شده بود یا نه. اومدم اول گفتم اگر تعداد بیش از یک شکل خارج شده بود، یعنی چه حالتی؟ یعنی این حالت که دو تا شکل خارج شده دیگه، بیا این کار رو انجام بده که حالا میام بهتون میگم. پوینتر اومدم گفتم ناکن اینا همه زیر این ایفن تا کجا؟ تا وقتی که ایکس رو دوباره تغییر بدم. ایکس کجاست؟ اینجا. یعنی همه اینا برای این که فقط من ببینم کدوم مسیر در حالت دوتا مسیر نوشته شدن دیگه. خب اگر بیشتر از دوتا نبود، یعنی یه دونه بودش، بیا این کار رو بکن. چه کار بکن؟ بیا مکان این کاستومرمو که جیمی بود به عنوان ورودی بهش داده بودم، مکان ایکس و ایگرگش رو برابر بکن با مکان اون یه دونه شکلی که خارج شده. میبینین صفرم گذاشته اینجا، چون به طور قطع صفر بوده، فقط یک دونه مکان خارج شده بود. بعد بیا این تابم و اسم تابم رو برابر بده با یک آبجکت ویزیو که این آیدی رو خارج میکرد به من دیگه، از طریق شیپس دات آیدی فرام آیتم فرام آیدی. حالا آیدیشو میذارم این تو و میگم این شکل من به دست اومد و ست میکنم. اگر هیچی خارج نبود، اینجا فقط نوشتم اگر else if گذاشتم که بدون اگر صفر بود هیچ چیزی خارج نشد، کاری هم لازم نیست انجام بدیم. خب حالا بیاییم ببینیم اگر بیشتر از یک بود چی. اومدیم بالا گفتیم اگر بیشتر از یک بود چی. خب اول باید به صورت تصادفی بین یک کدوم از این خروجی ها انتخاب بکنم. اگر اینجا من زوم بکنم میتونیم ببینیم که 80% از مواقع یس باید بره، 20% از مواقع نو باید بره. به خاطر این من یک عدد تصادفی یک نواخت تولید کردم، بعد اومدم گفتم دیسیژن پروبابیلیتی رو از روی اون شیپ دیسیژن من بخون، شیپ نیمو بهش بده، باید یه پروبابیلیتی داشته باشه که با یک احتمالی یک کدوم از این مسیر رو انتخاب کردم دیگه. پس هر وقت دو تا مسیر بود باید یک احتمال انتخاب مسیری هم کاربر به من داده باشه. بعد بیا از اینجا استفاده کن، بگو چی. اول یه متغیر اورجین شیپ، شیپ اصلی، شکل اصلی رو اومدم گفتم برو این متغیره که دادم نیمشو بذار، بخش به صورت ویزیو شیپ کن بذار این تو، و توتال اورجین کانکتور و تعداد کانکتور خارج شده از این اورجین هم بگیر بذار این تو. بعد اومدم گفتم از یک تا کل تعداد کانکتورهای خارج شدم، این دیگه تا کانتش تعدادش، خب از یک تا اون هر چقدر که وجود داره که من اینجا میدونم دوتا هستش، چون بیشتر دوتا نخواستم تعریف کنم، قرار بده اورجین کانکتور منو برابر با توتال اورجین کانکتور آیتم آی. میگه get the connectors which connected to the origins، میگه کانکتورمو اینجا دقیقا بگیر، خود اون کانکتور رو به عنوان یک شیپ کانکتور بگیر بذار این تو. خب اگر بیایم اینجا
توی دیم ها من تعریف کردم که این متغیر من کانکتور باشه، درسته؟ نه، از کانکتور، ویزیو کانکتور، ویزیو کانکس کانکتور، من صورت کانکتور تعریف کردم. خب بعد اومدم چیکار کردم؟ خب اومدم اینجا گفتم که اگر خب کانکتور فروم پارت، این یک تابعی هست که میاد میگه اگر، حالا این اگر بگیم پارت کانکتور از کانکتد تو دی شیپ، ناگهان اینجا من از طریق این وی اس بگین میفهمم یه چیزی رو قرار میده که 0 و 1 هستش، یه خروجی رو میده. اینو حتما سرچ کنین چون یه تابع خیلی کاربردی میتونه باشه. میاد میگه این، نگاه کن ببین from part، وقتی که from part میدم یه 0 و 1 داره می، یه عددی داره به من نشون میده. این عدد برابر بود با vs begin که اون فکر کنم 13 بود عدد، یه عدد 13 رو به من میده. اگر 13 بود میفهمم که شروع کانکتور من به این شکل من وصل شده. توجه کنین من اینجا 3 تا کانکتور دارم، 1 2 3. ابتدای این کانکتور به این وصل شده دیگه. خب اگر ابتدای این کانکتور به این ببخشید انتهای این کانکتور به این وصل شده دیگه، ناکنین بذارین نشون بدم بهتون اینجا، خب این انتهای کانکتور من هستش. خب بابا اینم که عوضش کرد، این انتهای کانکتور من هستش، با همین موس نشونتون. خب این ابتدای کانکتور من هستش، این انتهاش وصل شده به این دیگه. خب حالا میاد میگه اگر ابتداش وصل شده بود، یعنی کدوم ها؟ یعنی این و این که ابتدای کانکتور هستن وصل شده بود، آنگاه کانکتور منو بگو origin connector، change the variable type to the shape to the able to get the outgoing text connector. خب بیا بگو my connector هستش، اون کانکتوری که میخوامه. خب پس به ازای همه کانکتور سه بار میگرده، 1 2 3، میاد میبینه اونی که ابتداش وصل شده رو به من می نشون میده، میگه این کانکتور من هست هر کدوم که رسیدم بهش. حالا اگه سومی هم اومدش، خب من یه بار پروسه رو انجام دادم دیگه، لزومی نداره که قبلی رو پروسش انجام بدم، نمیخوام نگرشتم که از آرایه یه سفر بخونم، از یه متغیر استفاده کردم. خب حالا وقتی که این کانکتورم رو گرفتم به عنوان، حالا مثلا این کانکتورم اول اومدش اینو گرفتم، حالا باید بیام ببینم yes or no. میام میبینم اگر تکسی که اونجا واسش نوشته شده بود نو بود، پس این نو کانکتور من هستش، پس مای کانکتورم رو میدونم تو نو کانکتور من. خب در غیر این صورت یس کانکتور دیگه. حالا میام جلو ببینم وقتی که من فهمیدم حالا کدوم کانکتور من نو هستش، باید چیکار کنم؟ این مسیرم رو پیدا کنم دیگه، ببینم که اوکی حالا وقتی که این نو هستش، این شی من کدومه؟ میخوام من اومدم اینجا گفتم اینا خروجی پیدا کردن ازش، ولی من نمیدونم کدوم به نو وصل شده کدوم به یس وصل شده. پس من اول اومدم اینجا گفتم کانکتوراشو پیدا کن، نوشو بگو کدومه، حالا بیا بگو کدوم شکل هستش که به این نو وصل شده. خب میام اینجا از طریق این پی استفاده میکنم. گفتم من میدونستم که از این سه تا دو تا شکل خروج پیدا کرده دیگه، پس من به ازای این دو تا شکل باید یه فور بذارم بگه 1 2، بیا ببین کدوم یکی از اینا کانکتوری دارن که به این یکی وصل شدن. خب به این یکی وصل شدن و اونم نو هستش کانکتوره. پس اومدم گفتم دوباره این فرایند پیدا کردن کانکتورا از شیپ ناکنه آد، از شیپ جیومین، وقتی که اینجا من از این استفاده کردم، دوباره میام اینجا به ازای تمام اون شکل‌های خارج شده از این یه فور گذاشتم و اومدم گفتم که نیکس شیپ من هستش. خب اول نیکس شیپ همو گرفتم، بعد کانکتوراشو گرفتم، بعد به ازای هر کانکتوری که وجود داره باسه اون قرار دادم، اومدم ست کردم این کانکتور، اول کانکتور ستش کردم نیکس کانکتور، بعد اومدم قرار دادم که اگر وی اس اندش بود، خب ناکنین اگر این کانکتورهای مرتبط به این اندش مربوط شده بود، یعنی انتهای این، یعنی این
قسمتش زده بود به این، چون من از این خروجی دارم دیگه، ازش خروجی ندارم دیگه، دوتا خروجی ندارم ازش، یه دونه خروجی دارم. اگر اندش بود خب و اون انده هم نو بودش، یعنی نبودش، چون ممکنه حالا من از مثلا از این یه کانکتور دیگه داشته باشم، مثلا از این، خب من از این اومدم یه کانکتور دیگه زدم که چی، این به این وصل شده، پس دو تا اند کانکتور به این وصل شده، ولی من اونیو میخوام که تکست داشته باشه و نو باشه، پس از دیسیژن من حتما اومده باشه. پس من الان یه باگ دیگه اینجا دارم. چه باگی؟ اگر من یک دونه دیگه از اینا داشته باشم، یک دونه دیگه بذاریم بیارم شیپو، یک دونه دیسیژن دیگه داشته باشم و از این به این وصل کرده باشم و اونم نو باشه، من اینجا انا مشکل دارم. خب میتونم که یه چنین چیزی احتمالش خیلی کمه و ما اینو نداریم. اگر میخواستم اینو بنویسم باز دوباره سخت میشد، بخاطر اینو ننوشتم. پس شما هم خاطرتون باشه اگر میخواین یکی دیگه بنویسین که قابلیت بیشتر داشته باشه، بیاین اینجا رو یه تدبیری واسش ببینین که درست باشه. پس این دوتا شرط رو باید داشته باشه. وقتی که این دوتا شرط رو داشتش، این نوشیپ هم من اونگاه پیدا کردم و قرار میدم نوشیپ من. خب من اینجا بستم. در غیر این صورت میدونم که yes هستش، اگه خاطرتون باشه میام yes هم رو پیدا میکنم و دقیقا همین کار رو واسش انجام میدم و یه for واسش مینویسم دوباره if و خب خارج میشم. و حالا وقتی که خارج شدم، اگر my rand من، حالا به اون احتمال من مینویسم، میخوام حالا خارج بشم، حالا میخوام ببینم کدوم یکی رو برم دیگه، یه رندومی تولید کرده بودم که اگر این بزرگتر از 80% بود باید نو باشه، اگر کمتر از 80% بود یس باشه. پس میام اینجا میگم اگر اون رندوم هم بزرگتر از اون دیسیژن پروبابیلیتی بود، بیا توی نو رود من و از این نو شیپ هم اینجا استفاده کردم. اگر کوچیکتر بود بیا توی یس رود من و اینجا از یس رود استفاده کردم. خب نوشتن این، همونطور که توضیحش هم سخت بود، نوشتنش هم خیلی سخت بود. نحوه این که من انتخاب بکنم که الان مشتری من اینجا هستش و احتمال من مثلا بیشتر از 80% شده و باید برم به نو، حالا کدوم یکی از اینها نو هستن و اگر نو هستن کدوم شکل به نو چسبیده، و خب یه کار سختی بود که واقعا زمان بردش از من که نوشتم و حالا بهبودش دیگه با شما، امیدوارم که یاد گرفته باشین. خب دیگه وقتی که از اینجا ما خارج شدیم، شکلمونم به انتقال پیدا کردش به مکان بعدی و خب کاستومر اریوال من به مکان جی من الان دیگه اریوالش آپدیت شد، به خاطر اینکه مکانش آپدیت شدش. بعد اومدم آپدیت توتال اینترنس، کل ورودها واسه اون مکانمو آپدیت کردم برای اون مکانو، اگه چیز کنیم ناکن کورنت شیپ دات نیم گذاشتم، واسه اون مکانمو آپدیت کردم. و خب این چرخه تا زمانی که وایل من وجود داره ادامه پیدا میکنه و هر بار که ببینید، خب برنامه خیلی سریع میره جلو دیگه، و هر بار که مثلا اومد اینجا، اگر زمان گذشته از اون بیشتر از اون زمان نرمال بودش، این آپدیت صورت میگیره، نرمال مربوط به اون مکان بودش این آپدیت صورت میگیره. خب کجا من این آپدیت رو تغییر کردم؟ تغییر دادم اینجا موو تایم رند، اومدم یه عدد تصادفی رندوم تولید کردم، اسم اونو دادم و نیمش هم قرار دادم اونجا و گفتم اینجا از موو کن بر اساس رندوم. خب فقط نگاه کنید، من اگه توجه کنید دیسیژن منم اینجا یه تایم صفر باسش قرار دادم، و یعنی اینکه یه توضیح نرمال با صفر و صفر در نظر، وقتی که مشتری اومد اینجا فقط تصمیم میگیره و در مرحله بعد که سری میگذره آپدیت بعدی صورت میگیره و مشتری میره بعدی. خب وقتی که اینجا ای تایم هم به روز رسانی کردم، ای لپسد تایم، مدت زمان گذشته از اول برنامه تا الان به روز رسانی میشه، و اگر بزرگتر هنوز کوچیکتر از دوریشن بود ادامه پیدا میکنه، و اگر بزرگتر بود از وایل من خارج میشه. و میدونم که دیگه شبیه سازی تموم شده و
و میام یه سری ریپورت ها اینجا میگیرم که اینا همه با سری ریپورت گیرن که خودتون حالا میتونین بیشتر ببینین. من هم از یه تاب گتین ریپورت استفاده کردم، هم اینجا اومدم این شکلی که گذاشتم اینجا هم ریپورت من هستن دیگه، اینا ریپورت های نهایی هم. وقتی که وایل تموم شد اینا رو به روز رسانی میکنه اصولا. خب و فقط از یه دونه باتوم کلیر دیگه استفاده کردم که این کلیر میاد چیکار میکنه، تمام این شیپ دیتا ها رو میگیره پاک میکنه. اگه بریم به انتها، کامنت باتوم 4 رو قرار دادم، یه سری حالا متغیر تعریف کردم و از طریق این متغیرها اومدم یه کدی رو نوشتم که بتونم این شیپ دیتا هامو پاک کنم. اینم شیپ ها ناکنی شیپ کانت من بذار همه شیپ هام اومدم گفتم اگر چی اگر توتال اینترنس داشت، یعنی اگر ورود داشت، یعنی یه شیپی بوده که من گزارش میگرفتم ازش و بیا اون شیپ دیتا های مربوط به اونو پس پاک کن. چرا؟ چون من الان اینجا یه شکل دیگه مثلا این لینمو دارم دیگه، بذاریم بزرگ کنم. اینجا من یه لین دارم دیگه، اینم یه شکل ویدیو میشناستش دیگه، ولی من واسه این دیگه ریپورت ندارم، فرق داره شیپ دیتا هاش. من فقط اینا رو میخوام و اینا حتما باید توتال اینترنس داشته باشن، مقدار ورود داشته باشن و بخاطر همین میاد دلیت میکنم. خب ما اینجا رو دیدیم و حالا دیباگ میخوایم بکنیم. همونطور که گفتم ما باید این توانایی رو داشته باشیم که اینا رو پاک بتونیم بکنیم و از ابتدا چیکار بکنیم، بتونیم یه فرآیندی رو بکشیم که دیباگ کردن رو داشته باشه. خب چون این جلسه خیلی طولانی شد، من میخواستم همه رو یه جا بهتون بگم ولی مطمئنم خیلی طولانی شد، این رو توی جلسه بعدی که ما این فرآیند رو با هم دیگه پاک میکنیم و یک فرآیند جدیدی رو میکشیم و با هم دیگه میبینیم چه باگ هایی وجود داره اگر فرآیند تغییر کنه و باگ ها رو برطرف میکنه. ممنونم از توجهتون، خدا نگهدار.